برای نخستین بار یک خانه امن و معصوم به هوا برای کهنسالان در ولایت کندوز ایجاد و به فعالیت آغاز کرد. خانه امن هوا از سوی تیم جوانان علم و عمل نظر به مشکلات اقتصادی برای سالمندان نیازمند ایجاد شده و در ظرف دو هفته گذشته بیش از 200 تن از کهنسالان بی‌بضاعت و نیازمند در حال حاضر کاملا رایگان تحت تداوی متداوم قرار دارند. در این مرکز سایر تسهیلات دیگر نیز برای کهنسالان در نظر گرفته شده است. این برنامه از سوی دکتر فواد احمد نوری، بنیانگذار خانه امن هوا و مسئول تیم علم و عمل در کندوز ایجاد شده و برای کهنسالانی که توانایی مالی ندارند و تا نزد دکتر رفته و ادویه را خریداری کنند، اما اکنون می توانند در خانه امن هوا به گونه رایگان تحت تداوی قرار گیرند. دکتر فواد احمد نوری، بنیانگذار خانه امن هوا، می گوید در تلاش است تا این پروسهشان را بیشتر تقویت بخشیده و برای اطفال بی‌بضاعت نیز برنامه هایی را روی دست بگیرد. وی از تاجران ملی و افراد خیری که توانایی مالی دارند می خواهد تا به این نهاد خیریه همکار بوده تا بتوانند به مشکلات صحی این قشر فراموش شده یعنی کهنسالان توجه بیشتر نمایند. نو در تحقیق نباید مونده پیدا کرده چه نن دی ملت اگه مظلوم هیسه اگه بیچاره هیسه چه اگه سپینگیری دی دیو کاملا در توجه نولی دلی دی رزوانی نولی دلی دی مشکلات به حد دیر دی نو مونده تصمیمونی و چه رازی دقی قشر تا لاس پلاشو او در چپن سفیدان یو تیم جور کن در مقدس یعنی در تبابت اگه مقدس مسلک خلکو تا پرشتینی دول وقت کاره کن چه مونگه یو چه ده خلکو درد کمه و مونگه یو چه پخو خبر و پخو عمال و بنده مشکلات ده جامعه کمه و پس بمی اساس امروز تیم علم و عمل توانسته جمعی از کسیری از محسن سفیدان بی بزاعت باید کنگیز ده گرده هم آورده و برای ها تداوی رایگان ده نظر گرفتن جای خوشی است. در همین حال دکتر حسن آرمان، مسئول بخش تمویل و حمایت خانه امن هوا، میگوید که این نهاد را برای نگهداری و مراقبت از بزرگسالان بی سرپناه در این ولایت ایجاد کردند. آقای آرمان تاکید میکند که این نهاد را برای تامین مسئولیت بزرگسالان ایجاد کرده و هدف اساسی این نهاد در حال حاضر تنها رسیدگی به کمک های صحی بزرگسالان بی بضاعت و نیازمند است که در حالت بی سرنوشتی به سر می برند. پس از همه مسلمان ها و مومنین با هم برادر هستند تا که می توانید دست هم دیگر بگیرید. ای که دستت می رسد دست بگیر. و ما تشکری می کنم از کسایی که با ما در این برنامه همکاری های داشتن، چی همکاری معنوی، مادی، جانی، مالی و در بخش دوا همراه ما همکاری های داشتن. و فقط در اخیر از همیست صدا میزنم بالای کسایی که توانمند هستند و تجار هستند، حتی توانایی دارن امرای حواس فومی یا هر برنامه که هستند در هر جایی که هستند بتونن دست مردم بگیرن و کمک و همکاریای با مردم داشته باشند. از سوی دیگر شماری از کهنسالان نیز از این اقدام جوانان و دکتران کندوز قدردانی میکنند و خواهان توجه جدی نهادهای امداد رسان به بزرگسالانند. منطقه دوله از اینکه از این نهاد خبر شدیم و خواهان و مردم نهادمندی شده رفع میشه دعا میکرد مخصوصا دستیم خداوند دوگام توفیق بتا عزیز بنا خداوند بتا دیده ایمیمی یک کمک است که برای مردمان روزمان بیشم ما خوش هستیم، هم از دکتر صاحب و هم از پرسنل سی از کلگیش. خواستت از دیگه مردم، از دیگه تجارا و دیگه دکتر ها چیست؟ کمک کنن، برادری کنن، رخوت کنن، با اتفاق باشن، یعنی با مردم های مطمئن دستگیشی کنن. ما به خاطر از این یک کمپین دکتر صاحب ها جور کرده به خاطر نیازمنده ای کسی مریضی سخت داره، مریضی قلب داره، به می صاحب آمدن که اینا تداوی می کنن. ما بسیار خوش هستیم از این کمپین، از این دکتر صاحب بسیار خوش هستیم. این ولایت کندوز یک ذره اقتصاد ضعیف است، از برادرای تجار هم خواهشمند هستیم که کمک به دکترها بکنه که به نیازمندان اینا دوا درمان برسه.
کهن سالان نیازمند از این اقدام جوانان خیر قدردانی نموده میگویند که آنان حتی پول معاینه دکتران را ندارند و با ایجاد فعالیت نهاد خانه امن هوا امیدواری های زیادی برای زندگیشان پیدا شده است. میرویس امیری، تلویزیون اورانوس، کندوز.